به نام خدا، با عرض سلام و وقتتان بخیر. به برنامه صلح با من ادریس همدرد خوش آمدین. محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله، رهبران حکومت وحدت ملی، قبل از ظهر امروز با اعضای هیئت اعزامی دولت به نشست بین الافغانی قطر دیدار کردند. آقای غنی در این نشست خطاب به اعضای هیئت گفت که شما ماموریتی را آغاز خواهید کرد که مردم افغانستان برایش 40 سال صبر کرده است و این گم شده مردم صلح با عزت، پایدار و دوامدار مردم افغانستان است که تنها می تواند با اتفاق و اجماع ملی به دست بیاید. با گفته او، دولت و مردم افغانستان آرزو دارند که این هیئت بتواند موفقیت به دست آورد و به درستی از دولت و مردم افغانستان نمایندگی کند. این در حالی است که سخنگوی طالبان در واکنش به اعلام فهرست هیئت حکومت در نشست بین الافغانی قطر گفته که تهیه کننده های لیست در کابل باید درک بکنند که این یک کنفرانس منظم و پلان شده در یک کشور دوردست خلیجی است، نه مراسم عروسی و یا مهمانی در کدام هتل کابل. موضوعات است که امروز به بحث و تحلیل میگیریم و خوشبختانه محترم سید جواد حسینی، رئیس حزب عدالت و توسعه و همچنان یکی از هیئتی که قرار است در نشست دوحه اشتراک کنند، آقای حسینی هستند و امروز روی از این موضوع با ایشان بحث و صحبت میکنیم. آقای حسینی خوش آمدید به برنامه. تشکر. در نخست میخواهیم که بپرسم که امروز نشستی که برگزار شد در هر کروی کدام موارد بیشتر صحبت شد و رئیس جمهور، رئیس اجرایه چی دیدگاه داشتند و چی نظریات رد و بدل شد بینتان؟ به نام خداوند بزرگ و مهربان، ضمن عرض سلام خدمت شما دستاندرکاران و همه بینندگان عزیز، نشستی که امروز صورت گرفت در ارگ ریاست جمهوری بیشتر بحث روی آجندایی بود که قرار است در مذاکره در نشست بین الافغانی در اونجا در دوحه قطر مطرح شود. در اینجا هم روی آجندا یک سری آجنداهای پیشنهاد شد که گروه های مختلف تقسیم شده، دو آجندایی که پیش بینی شده و همچنین بعضی از بزرگای افغانستان در رأس جناب رئیس جمهور جناب دکتر صاحب عبدالله و دیگران یک سری توصیه هایی داشت که برای کسایی که در این نشست شرکت میکنند که اونا توصیه اونایی بود که با یک دیدگاه مثبت شما بروید مثلا در نشست شرکت بکنید، با یک نگاهی که بتانه صلح در افغانستان بیاره بتانه شرکت بکنید. شما برای آوردن صلح میروید در این نشست و اهمیت این نشست پیرامون اهمیت این نشست صحبت کرد. بله آقای حسینی، آیا حکومت با همین سیاست ها میتواند به جنگ 40 ساله افغانستان نقطه پایان بگذارد، در حالی که طالبان هم از هیئتی که جور شده گفتند که حکومت با تنزیل نشست قطر به مراسم عروسی یا در پی تخریب گفتگوهای صلح است؟ میخواییم دیدگاه شما را داشته باشم. خب که تنها حکومت میتونه یا نه، چون طرف های دیگه هم وجود داره، جامعه بین المللی وجود داره، طرف مقابل طالبان وجود داره و یک طرف از طرف حکومت افغانستان است. فعلا تلاش هر چه که در درون حکومت یک سری دیدگاهی متفاوت هم وجود داره، اما تلاش حکومت دایی است که یک صلح پایدار در افغانستان به وجود بیاید، امنیت در افغانستان شکل بگیره و یک جنگ 40 ساله‌ای که خسارات بسیار هنگفت و سنگین بر پیکر ملت افغانستان وارد کرده به این جنگ پایان داده شود. اراده حکومت افغانستان است، اراده کسایی که در این شرکت میکنه از طرف حکومت افغانستان است، اراده دارن. اما ای که طرف مقابل طالبان چه خواهد کرد و یا جامعه بین المللی چه قسم بازی خواهد کرد، بازم ما منتظر هستیم که در آینده چه خواهد شد. بله، حکومت افغانستان فهرست 250 نفری را در تقابل یا طرف دیگه که حدوداً 15 نفر اگر باشند طالبان به نظر گرفته است. آیا فکر نمی کنین که این تعداد بزرگ افغان ها و او طرف تعداد خیلی کوچک که 15 نفر است و همچنان یک کشور به گفته طالبان خلیجی و کوچک قطر میتونه که از اینا به درستی مهمان نوازی کنه و یا حرف سیاسی ایجاب میکنه که چنین کتله بزرگی از مهمان ها برن در قطر به دیدار طالبان و گفتگو کنن؟ شما ببینید که خب البته طالبان ظاهرا حدود 25 نفر از طرف طالبان شرکت میکنه. خب اگر هیئت افغانستان یک تعداد کمتر هم می بود، مثلا زیاد مهم نبود، می تانست 200 نفر باشه، 150 نفر باشه و یا کمتر باشه، حالا چند نفر زیادتر هم شده زیاد مهم نیست. مهم است که
در اونجا دیدگاه‌های افغان‌ها از جناح‌ها و اقشار مختلف و به صورت بسیط دیدگاه‌های افغان‌ها در اونجا مطرح شود. شما ببینید که از دعی در صورتی میتونست مورد ایراد باشه. بله. که این بحث مذاکره می بود. ما برای مذاکره با طالبان نمیریم. به یک نشست است که حالت کنفرانس دارد. در این کنفرانس هر کس دیدگاه خود بیان میکنه. بله. شما میبینید که خب در قالب کنفرانس ها معمولا چند صد نفر حضور دارد. اگه این یک مذاکره بین الافغانی می بود او زمان میتونست که بحث که تعدد یا تعداد زیادی که از افغانان از طرف حکومت افغانستان شرکت میکنه او زمان میتونه جای ایراد باشه و منطق هم داشت که ایراد بگیره که شما چه قسم میتونید 250 نفر با 25 نفر صحبت میکنید. اما اینجا مذاکره نیست. اینجا چیست؟ اینجا کنفرانس هست، یک نشستی است که افغانها دیدگاه های خود بیان میکنه. حالا فرقی نداره این کنفرانس مثلا 400 نفر باشه، 300 نفر باشه یا 500 نفر باشه که به گروه هایی طبعا به گروه های مختلف تقسیم میشه و دیدگاه ها در اینجا انعکاس پیدا میکنه. از طرف دیگر طالبان 25 نماینده داره در این کنفرانس. خب طالبان یک بخش کوچک از افغانستان است. اونام 25 تا نماینده داره، باید اونام 2-3 نفر می داشتن نه؟ خب بحث حکومت افغانستان یک بحث بسیار بسیط‌تر از طالبان است و در کنار کسایی که در این کنفرانس حضور داره از تمام اقشار ملت افغانستان است. درست است که از آدرس حکومت افغانستان میره اما یک بخش بزرگی از کسایی که در این نشست شرکت میکند حکومتی نیست، یعنی در درون حکومت نقش اجرایی نداره، حتی اپوزیسیون حکومت است. آقای حسینی، امروز هم در نشستی که برگزار شد آقای اشرف غنی بیشتر در جملاتش یا در حرفایش قراره که ما متوجه بودیم تأکیدی صحبت میکرد و تا درست درس میداد که باید شما اوجه وقتی میرین یگانه هدفتون این باشه که طالبان را قناعت بدین که بدون حکومت افغانستان یا اداره افغانستان گفتگوهای صلح امکان پذیر نیست. چقدر این هیئت میتونه که به نحوی اگر ما بگیم که سخنگویان خود حکومت است که فرستاده میشه به خطر؟ خب این از آدرس حکومت افغانستان یه هیئت میره اما الزاماً به معنای سخنگویان حکومت نیست، به خاطر که بخش از اپوزیسیون حکومت هم که در درون افغانستان هستن مثل ماها ولی در این نشست شرکت داریم، از آدرس حکومت افغانستان میریم. و اما این که خب تلاش ما در اینجاست که با استدلال، منطق و گفتگوی سالم خواسته های خود بتانیم در اونجا ارائه بکنیم که اقناع بکنیم، چون در کنفرانس دقیقا همین مسئله است که هر کس میخواد که با دلیل منطق خواسته های خود بر جمعی که در اونجا حضور داره خواسته های خود برای اونا بیان بکنه و اقناع بکنه. ما هم تلاش ما دهیست که در این کنفرانس که ما در گروه های مختلف تشکیل میشه که در درون هر گروهی طالبان هم حضور داره. بله. بخوایم اونا رو اقناع بکنیم که این گروه یا فهرست 250 نفری بیشتر به نظر شما یا دیدگاه شما میخوایم بپرسم که میتونه که مردمی باشه یا جهت حکومتی داره، چون اکثریت از سیاستمداران افغانستان هم انتقاد میکنن، میگن فقط این فهرست سلیقه‌ای و فرمایشی از سوی حکومت تهیه و ترتیب شده و به این ترتیب طالبان هم گفتن که هیچ کسی به نمایندگی از حکومت نمیتونه که با ما ملاقات کنه، هر کسی که در این نشست حضور پیدا میکنه در دوحه میتونه که یک افغان باشه و به نمایندگی از مردم افغانستان بیاید با ما صحبت کنه نه از حکومت افغانستان. این که طالبان چه بهانه گیری میکنن چه بحثی داره بحث جدا، اما آنچه که مربوط به کسایی که از افغانستان در این مذاکرات شرکت میکنند، تمام کسایی که در این مذاکرات شرکت میکنند از آدرس حکومت افغانستان است. از آدرس، چون ما در مسائل ملی ما با هم یک جا هستیم. اما این که این الزاماً به این معنا نیست که ناس در اون حکومت است. مثلا ما چنانچه اشاره کردیم خود ما بیش از 4 سال است که از منتقد ترین افراد حکومت افغانستان هستیم، اپوزیسیون افغانستان حکومت فعلی هستیم، اما در درون چین در این نشست شرکت میکنیم و از آدرس حکومت افغانستان. چرا؟ چون یک مسئله ملی است، یک بحث حکومتی نیست. بسیار از کسایی که
در این نشست حضور داره، اینا حکومتی نیست که هیچی، که بلکه مخالف حکومت فعلی است. اما در مسائل آجنده صلح ما میتونیم دیدگاه مشترک داشته باشیم و از مشکلی هم نداریم که چقدر ما مخالف اصل دولت نیستیم، ما مخالف برنامه بعضی از برنامه های دولت هستیم، ما مخالف بعضی از ناکامی های دولت هستیم، ما مخالف بعضی از فسادهایی که در درون دولت وجود داره هستیم، نه ای که مخالف اصل حکومت باشیم. به همین خاطر ما با در درون حکومت نیستیم، اپوزیسیون هستیم، اما در اینجا از آدرس حکومت افغانستان شرکت میکنیم. آقای حسینی، چقدر بین همین 250 نفر دیدگاه واحد وجود دارد؟ چقدر اینا به یک تفاهم و هماهنگی رسیدن؟ و در ضمن حضور شمایی که گفتین ما قبلا منتقدین حکومت بودیم، الان چقدر شما به مو باورهای قبلیتان استاده هستین و چقدر مخالف بعضی از سیاست و پالیسی های حکومت هستین پیرامون مسائل صلح؟ درست، ما در مسائل دیگر بیشتر تضاد دیدگاه داریم، در مسائل صلح اتفاقا نداریم. حکومت افغانستان میگه جز خود حکومت افغانستان دیگر کسی نمیتونه به نمایندگی از صلح با طالبان بشینه، شما با این راضی هستین؟ حکومت افغانستان میگه که گفتگوهای صلح شاید اون 5 سال دوام کنه، شما اینو میپذیرین؟ حتی حکومت افغانستان به این باور است که بعضی از ارزش هاست که باید هو حفظ شه، مثلا حکومت حتی اگر صلح میتونه که با حکومت موقت بدست به شما مانی از او هستن. آیا به نظرتان این مسائل با شما مخالفت نداره؟ شما ببینید شورای مصالحه ای که شکل گرفته فرا حکومتی است، فهرست یا لیستی که امروز ارائه شده میره در قطر شرکت میکنه فرا حکومتی است. درست است از آدرس حکومت افغانستان است، اما فرا حکومتی است، در اصل افرادش فرا حکومتی است. در بعضی از مسائل هنوز هم تفاوت دیدگاه وجود داره، اما در سطح مسائل کلان خوشبختانه همه کسایی که شرکت میکنن نگاه مشترک داره. مثلا در موردی که نظام باید تغییر نکنه، نظام با حکومت فرق داره، نظام تغییر نکنه یعنی جمهوریت یک اصل است که تمامی 250 نفری که از اینجا شرکت میکنه صدایشان یک صداست، صدای مشترک است، ما مخالف امارت هستیم، ما نظام جمهوری اسلامی میخواهیم. شما نگاه بکنید حتی اگر طالبا هم در رأس باشن، ما مثلا با امارات مخالف است، با افراد نداریم، طالب باشه حکومت فعلی فرق نداره، ما بحث نظام است، بحث فرد نیست. ما مثلا با اگر طالبان شلطشانی باشه که باید امارت اسلامی بیایه، بله، تمام 250 نفر ما اطمینان داشتیم که باش مخالف است، اما فکر نمی‌کنم نظام جمهوری مخالف. اگر جمهوریت قربانی صلح بسازیم و تمام مردم افغانستان نجات بدیم از جنگ، از کشتار، از هر روز امر خدمت شما ارزش داره بنات دنیا. شما میخواهید ببینید که ما چند تا اصل است که از او اصول ما نمیگذاریم و اتفاقا همه باور داره، تمام کسایی که از طرف افغانستان در مذاکرات شرکت میکنه اشتراک نظر داره. یک، جمهوریت. دو، ارزش های مدنی، ارزش های مردم سالاری، اینا باید باشه. ارزش های مدنی یک اصل است، حقوق زنان یک اصل است، آزادی سیاسی، آزادی بیان یک اصل است. در اینجا اشتراک نظر وجود داره و مسائل کلی دقیقا همین است که ما روی از خوشبختانه روی مسائل اساسی کلان اشتراک نظر وجود داره. حالا طالبا آیا این را قبول بکنه؟ اگر طالبا نظام مردم سالاری را قبول بکنه، اگر طالبا حقوق شهروندی را قبول بکنه، اگر طالبا آزادی سیاسی را قبول کنه، طبعا اون ممثل این ارزش ها جمهوریت است. با امارت که نمیشه، نمیتونه. اگر گیریم طالبا مخالفت کردن و نپذیرفتن و جمهوریت اونا مثل خودشان پایبند می بودن که باید امارت اسلامی و سوی هم حکومت افغانستان تاکید روی جمهوریت داشته باشه، در نهایت گزینه سیوم به نظرتان چی خواهد بود؟ آیا صلح قربانی از دو مسئله می سازیم، جنگ دوام میتیم، و یا هم یک طرف نیاز است تا خودگذری کنه؟ خب اگر طالبا ما خودگذری ما میکنیم، اما در یک چالچوب، یک اصول. اگر طالبا بر گفته های قبلیشان تاکید بکنه، هرچی که بلداشت ما ایست که طالبا اقنا میشه در قسمت از این که نظام افغانستان باید نظام جمهوری اسلامی باشه، اقنا میشه، انشالله که به این نتیجه برسیم. ولی بر فرض اگه اونا در امارت تاکید بکنه،
ارزش های حقوق بشری را قبول نداشته بود به معنای استبداد است. ما با استبداد مخالف مبارزه میکنیم. اگر ده ها سال دیگه هم جنگ ادامه پیدا بکنه، ما در مقابل ظالم مبارزه میکنیم، در مقابل استبداد مبارزه میکنیم. میخوایم بپرسم که رهبری ایت 250 نفری به دوش کی است؟ قبلا در نشست های پیشتر چهره‌های سیاسی مثل رئیس جمهور پیشین آمد کرزی و اینا دیده میشدن. این بار نام آقای کرزی هم در فهرست دیده نمیشه و کسای دیگه که از قبل باید میرفتن مثل آقای گلبودین اینا، اونا هم نیستن در لیست. این تغییرات مبنی بر چی است و رهبری از هیئت را کی به دوش داره؟ خب چنانچه که ازاده حکومت افغانستان ای افراد میره در نشست شرکت میکنیم، به معنای است که رهبری از این حکومت افغانستان است. اما سایر کسایی که بیرون از حکومت افغانستان است با هم هماهنگی داره. در جلسه امروز مثلا آقای کرزی حضور داشت و اونا صحبت کردن، تشویق کردن. بله، دلیل اشتراکشون مطرح نشد در این احتمال هم داره که شرکت بکنه. در احتمال صحبت وجود داره که آقای کرزی شرکت میکنه. ولی مثلا آقای حکمتیار صاحبم، نماینده آقای حکمتیار در جلسه امروز هم حضور داشت، در نشست قطر هم شرکت میکنه. چندین نفر از شورای رهبری حکمتیار در این جلسه حضور داره. قرار است که در تکت انتخاباتی آقای اشرف غنی اگر ما ببینیم، آقای امرالله صالح امروز در پیام فرستاده بود که هیچ وقت حاضر نیست که برای در نشست مسکو با طالبان بشینه روی مذاکرات صلح بحث کنه. میگه که ماهیت طالبان ما میشناسیم و ایجاب نمیکنه که در نشست قطر بشینیم. وقت تکت انتخاباتی آقای غنی که معاون اولش امرالله صالح است، این گفتگوها را رد میکنه و خودش هم که نامش در لیست اگر هست نمیخواد برای اشتراک کنه. خب فکر میکنین که این حکومت آقای غنی اراده داشته باشه که در گفتگوهای صلح بس روی صلح صورت بگیره و حتی مسائلی که نیاز است از او از خودگذری صورت بگیره؟ شما میره اول که ممکن است با مذاکرات صلحی که ما وجود دارید، ما تقریبا یک اجماع نسبی ملی در این مذاکرات شکل میگیره، ولی بعضا ممکن است هست تا دست درون دولت افغانستان یا از بیرون دولت افغانستان که مخالفین خود ممکن است داشته باشه و حتی از طالبان. ممکن است یک بخش بزرگی از طالبان اراده صلح داشته باشه، ولی افراد در درون طالبان ممکن باشه که تنها راه حل جنگ میدانه. در کل ای به ای افراد ممکن است که به صورت موردی مخالفین خود داشته باشه از جناهای مختلف. در مورد آقای امرالله صالح ولی خودشان باید صحبت بکنند که دلیلش چیست. ولی بازم اگر در رأس ما مثلا پرسان بکنیم که آقای اشرف غنی است، بله، اما معاونش مخالفت داره، فکر نمیکنین هماهنگی اصلا وجود نداره؟ چون خب باید از اونا سوال بکنه. بله، اونا باید از اونا سوال بکنه. ولی این خدمت شما عرض میکنیم که ما با یک اجماع نسبی ملی ما میتانیم که پروسه صلح با موفقیت برسیم. بعید نیست که از طرف های مختلف افرادی وجود داشته باشه که با آمدن صلح اصلا در افغانستان مخالف است. ممکن است افراد هم در این کشور باشه که افغان هم هست اما منافعشان در آوردن صلح تامین نمیشه. آقای حسینی، اکثریت آگان امور و همچنان چهره های سیاسی هیئت 250 نفری را یک هیئت سمبولیک و فرمایشی خواندن و گفتن که بسیاری چهره های از اینا ایجاب نمیکرد که باید برن و در این نشست بزرگ اشتراک کنند، چون نه شناخت ملی دارن و نه هم جایگاه مردمی دارن، نه هم ماهیت طالب میشناسن، نه هم چالش های حکومت تا فعلا ارزیابی کردن، در بین مردم نیستن و مشکلات مردم و درد و رنج و هیچ چیز مردم شناخت ندارن و حتی قوه نطق بیان هم ندارن در این کنفرانس برن اشتراک کنن. میخوایم که از شما بپرسم که آیا واقعا چنین است؟ قسمی که حتی میتونیم نقل قول کنیم از آقای نبیل که یکی از تکت های انتخاباتی 98 از گفته که از یک مرد جنگی بهتر از 100 هزار لشکر سیاست. این عرفا چقدر میتونه که عقایق باشه یا هم شایعه؟ خب البته این بعید نیست که یک سری کاستی هایی در این قسمت وجود داره و بسیار خوب بود که چهره های کلان سیاسی دیگر مثل جناب آقای نبیل کسای دیگری هستن. ای کاش که نام وارد از این لیست می شدن، اما این که چرا نشدن طبعا یک سری مشکلات پشت پرده وجود داره که ما دقیقا از او اطلاع نداریم، ولی خوب بود که نام می بود و کاستی های ممکن است وجود داشته باشه. اما در کل
تمام کسایی که اینجا آمده کسایی نیست که اینا مثلا درست است اینا وزیر نشده بله. اینا مثلا والی نشده، اما همه اینا چه کسایی که از طرف جامعه مدنی آمده، چه کسایی که از طرف احزاب سیاسی آمده، چه کسایی که از طرف حکومت و یا آدرس های دیگر آمده، اتفاقا تمامی اینا انسان های معرفی شده است. یعنی به این معنی نیست که امروز اینا معرفی شده، اما بعضی هاشون مثلا در یک جایگاه چالچوب جامعه مدنی معرفی شده. جامعه مدنی شما خبر دادید که اینا نه اسلحه داره نه قدرت داره، و همین خاطر ممکن است بعضی کسا میگه اونا زور نداره، مخی زور نداشت، حتما کسی هم نیست. ما باید مبنای از این باید که منتقدین تعریف بکنه که مبنای از این که مثلا میگه یک نفر میگه اینا مثلا جایگاه نداره، مبنای جایگاه چیست؟ ملت ممکنش بهش اعتماد داشته باشه، حتی به یک تحلیلگر که در یک رسانه است، در یک خبرنگار که در یک رسانه است ملت بهش اعتماد داشته باشه، درک فهمی داره، اما این خبرنگار هنوز به وزیر نشده، والی نشده، رئیس امنیت نشده، یا وکیل پارلمان نشده، نمیشه او را نفی کرد که شما چون نیست سمت ها را نداشته. اما این سمت ها مهم نیست آقای حسینی، مهمتر این چیز است که چقدر اینا درایت سیاسی داشته باشند، چقدر شناخت از جغرافی افغانستان، از اوضاع سیاسی افغانستان، از جنگ و صلحی که در افغانستان 40 سال از جاری است، طرف های جنگ، اقوام افغانستان، ولسوالی و قصبات افغانستان اینا بشناسن. بس مسئله ازی بود و بی برمیگردیم که امروز شما در کانفرانسی که در هرگ بود و نشستی که در هرگ بود خودتان بودین و همه چیز به چشم سر دیدین و شنیدین. میخوایم بپرسم که حکومت چقدر اراده به صلح دارد در فرصت به وجود آمده که شرایط ملی، منطقه‌ای و جهانی مهیا شده برای یک گفتمان صلح. خب در این تردید نیست که حکومت صلح میخواید و نشستی که امروز هم صورت گرفت روی بعضی از اصول اشتراک وجود داره که من قبلا اشاره کرده بودم، اما نگرانی های هم است. نگرانی در کجاست؟ نگرانی در ایست که مثلا در قسمت حکومت که حکومت ممکن است که حاضر نشود به بهای صلح جایگاه خود از دست بدهد. مثلا حکومت با دولت موقت مخالف است بله. ولی ما نگاه ماییست که اگر قرار باشد که یک صلح پایدار در افغانستان بیاید با آمده و تنها راه و گزینه ای از اون نهایتاً، چون در اینجا سه بازیگر وجود داره که جامعه بین المللی است، در کل طالبان است، دولت افغانستان است، و اونا تأکید بکنه روی دولت موقت و چاره گزینه دیگه هم نباشه که مثلا را حل و فصل بکنه، ما حاضریم دولت موقت بیاییم، چون اصل برای ما چیست؟ آوردن صلح در افغانستان است، حتی اگر با آمدن دولت موقت باشه. اما ممکن است که حکومت یک مقدار در این مسئله چندان راضی نباشه. شما ما خدمتتان عرض کردیم که ما در بعض مسائل اشتراک نظر کلی وجود داره، جمهوریت نظام، ارزش های مدنی، حقوق زنان، آزادی سیاسی، ما همه نگاه ما مشترک است. اما در قسمت سیستم یا ساختاری که ما بخوایم وارد مرحله بعدی شویم، ممکن است که بعضی کسا مثلا یا طالبان مثلا روی دولت موقت تاکید بکنن بله. و یا جامعه بین المللی موافقت بکنن. جمعی از اینجا ما دو صورت ما میگیم که ما با حکومت آمدن حکومت موقت ما موافق هستیم، ولی دولت ممکن است نباشه بله. چقدر شما باورمند هستین به این هیئت 250 نفری که اینا برن با طالبان حرف بزنن، بیان کنن مشکلات و طالبان راضی بسازن یا متقاعد بسازن که یک گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان داشته باشن؟ که یکی از حرفای آقای اشرف غنی هم امروز در بحث همین بود که شما نهایت تلاش بکنین تا به یک گفتمان افغانی مبدل شه نشست. شما من ما از این نشست به اندازه فضایی که در این نشست وجود داره ما باید انتظار داشته باشیم و تعریف بکنیم که از این نشست چی میخواییم. چی میخواییم؟ از این نشست شما از این نشست چیست؟ از این نشست چیزی که ما میخواییم است که ما دیدگاه های مردم افغانستان، حکومت افغانستان در اونجا به صورت شفاف و روشن ارائه شود تا جامعه بین المللی بشنود. دیدگاه های طالبان هم در اونجا مطرح میشه. بعد ما با طالبان مباحثه میکنیم که
به مثلا شما که میگید ارزش های مثلا حقوق بشری، به این ما منظور ما ارزش های حقوق بشری است و اونا ممکن است گپ های دیگه ای داشته باشه، چون در هر دو طرف مثلا میگم ما میگم اسلام، اونا میگه اسلام، درست است، ولی ما میخوایم یک تعریفی از اونجا ارائه شود که ما در این چارچوب باید ما اونا رو اقناع بکنیم که مثلا امنیت افغانستان، صلح در افغانستان یک اصل است و ما نباید فرزندان ما کشته شود در وطن، وطن ما و ایران شود. ما خود از این جنگ، یک جنگ تحمیلی است به نوعی که در پشت پرده از طرف کشورهای خارج بر ما تحمیل شده، ما از فاصله بگیریم، ما میخوام اقناع بکنیم. ما چیزی که از این نشست صورت میگیرد در این حد است دیگه، در این حد نیست که ما در اونجا مثلا بگیم که با اونا مذاکره بکنیم که دولت موقت بیاریم یا نیاریم. آیا شما مثلا چه نقشی دارید در حکومت افغانی آینده افغانستان؟ ما چه نقشی؟ این جزء اجندای نشست نیست. طالبان مخالفت خود با هیئت 250 نفری نشان دادن و حتی گفتن که کدام محفل عروسی در هتل کابل نیست که شما میایین. اگر اینا برن و شما که جمعی از اونا هستین برن در قطر و طالبان حاضر نشن که با این هیئت درست بشینن و یک میمون نوازی خوب کنن، یک نشست خوب داشته باشن، احتمال از اون وجود داره یا نه؟ خب برگزار کننده این نشست کیست؟ یک مؤسسه بین المللی قطر است که از طرف وزارت خارجه قطر تمویل میشه. برگزار کننده این نشست نه حکومت افغانستان است و نه طالبان است، یک مؤسسه بین المللی است. قبلا هم در حدود 150 تا 200 نفر قبلا هم این بحث وجود داشت، ولی نهایتا یک 50 نفر زیاد شده باشه، ولی از قبل هم بحث وجود داشت که بین 150 تا 200 نفر باشه، ولی فعلا تا 250 نفر کشیده شده. دیگه طالبان خب طبعا تلاش میکنه که طالبان از او چیزی که قبلا طالبان میخواست فعلا تحقق پیدا نکرده. به خاطر چی؟ به خاطر که طالبان خواستشی بود که نماینده حکومت افغانستان و نماینده های جریان های سیاسی در این نشست شرکت بکنه. طالبان به این خواسته خود نرسیده. به همین خاطر است تلاش میکنه که یک سری مسائل منفی را ببافه. به خاطر چی؟ به خاطر که تمام تاکید طالبانی بود که این نشست ما با نمایندگان افغانستان، ملت افغانستان گپ میزنیم، نهایتا یک دو نماینده هم از حکومت وجود داشته باشه. اما با فشارهای بین المللی که به وجود آمده، با گفتگوهایی که صورت گرفته، ای هیئت از طرف کی میره؟ به صورت رسمی از طرف حکومت افغانستان میره. حکومت و از این قسمت طالبا راضی نیست. به همین خاطر است که ممکن است یک سری مسائل منفی را اونا ببخشند. سپاسگزار هستیم آقای سید جواد حسینی، رئیس حزب عدالت و توسعه و همچنان یکی از اشتراک کنندگان نشست قطر. خواهش میکنم. بیننده عزیز، برنامه صلح در همین جا به پایان میرسد. وقتتان خوش. خدا نگهدار. آیا سیم کارت اتصالات خیش را تا 45 روز اخیر استفاده ننموده اید؟ همین حالا با اضافه نمودن 50 افغانی و یا بیشتر آن را فعال سازید و 1 جیب اینترنت را همراه با 100 دقیقه اتصالات به اتصالات که برای 3 روز قابل اعتبار می باشد رایگان به دست بیاورید. تنها این نیست، بعد از فعال نمودن سیم کارت خیش شما می توانید 5 جیب اینترنت و 1000 دقیقه اتصالات به اتصالات را که برای 3 روز قابل اعتبار می باشد فقط در بدل 400 افغانی به دست بیاورید. سیم کارت خیش را همین اکنون فعال سازید و از فواید رایگان بی‌نظیر لذت ببرید. با اتصالات آینده از شماست.
get wild, live fast, die young, bad girls do it.